آخرین جزئیات لشکرکشی طالبان در ولایت پنجشیر. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل خبری ما. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. بی بی سی نیوز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: آخرین جزئیات لشکرکشی طالبان در ولایت پنجشیر. وزارت دفاع طالبان گفت که ملا محمد یعقوب مجاهد در سفری به پنجشیر با مسئولین دفاعی و امنیتی، متنفذین قومی و سایر اقشار این ولایت گفتگو کرده است. این سفر در حالی است که گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده حاکی از لشکرکشی این گروه به پنجشیر است. پنجشیر آخرین ولایتی بود که پس از سقوط کابل و تمام ولایات در ماه آگوست 2021 به دست طالبان در برابر این گروه مقاومت کرد. پیش از آن که در اوایل ماه سپتامبر طالبان آن را تصرف کنند، اما جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود می گوید که جنگ در برابر طالبان در پنجشیر و همچنین بغلان و تخار ادامه داشته و جنگجویان آنها در این مناطق حضور دارند. ملا محمد یعقوب مجاهد در سفر به پنجشیر گفته است که وضعیت امنیتی در این ولایت بهتر است و تاکید کرده که به هیچ فرد اخلالگر اجازه برهم زدن امنیت را نخواهد داد. با این حال اخیرا گزارش های از درگیری های شدید بین افراد طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی در پنجشیر منتشر شده است. منابع محلی میگویند در این زد خوردها طرفین تلفاتی داشته اند. ویدیوهای از انتقال اجساد افراد طالبان با هلیکوپتر منتشر شده است. طالبان ابتدا وقوع درگیری را رد می کردند. یک سخنگویان این گروه در پنجشیر پذیرفت که 6 تن از افراد آنها در این ولایت کشته شده اند. گزارش شده که طالبان برخی افراد را در پنجشیر تیرباران نیز کرده اند. ادعایی که مقامات دولتی این گروه رد می کنند. چند روز پیش سخنگوی جبهه مقاومت ملی طالبان را متهم کرد که پس از شکست های سنگین و تلفات زیاد دست به بازداشت های گسترده و شکنجه مردم غیر نظامی افرادی زدند که هیچ ارتباطی با جبهه نداشتند. ویدیوهای نیز منتشر شد که نشان می‌دهد افراد مسلح طالبان غیر نظامیان را در ولسوالی دره ولایت پنجشیر بازداشت کرده، دستان آنها را از پشت بسته و لتو کوب می‌کنند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان، اوقات خوش داشته باشید. امید زنگ آگاهی را فشار دهید.